مثلا ازدواج میکنه میگه نمیخوام بچه دار بشم، برای چی؟ مثلا هیکلم خراب میشه. خب مرده‌شو هیکلتو ببره. اصلا یکی از کارکردهای ازدواج اینه باید مواظب هیکلت باش، ولی تو نمیتونی به خاطر که هیکلت خراب نشه. اینا که من میگم اینا رو من چون پرونده های خیلی از این دادگاه ها رو به مناسبتی بعضی دوستان ما رفتن بررسی کردن، جنبندیش رو آوردن، من دیدم سر یه چیزای خندداری طلاق ها شده. اگر بدونید میخفه مگه فیلم کمدی اصلا. اگر یه کسی دوربین رو ببره توی دادگاه ها، یه بخشش تراژدیه که آدم فقط باید بشینه گریه کنه، یه بخش بیشترش به خدا کمدیه. طلاق های احمقانه، دو تا احمق به جان هم افتادن یا یکیشون احمق نه هر دو. سر یه چیزایی مثلا این که من بگم دیدن پرونده هایی که سر مسئله که مثلا میگه بچه بیاره، 6 سال ازدواج کرده، میگه بچه بیاره، میگه هیکلم خراب میشه. هیکل برای کجا میخوای تو اصلا؟ برای قبر میخوای؟ میگه هیکل تو، هیکل تو یک بخشش کار کرده مهمش تو همین دنیای برای شوهرته، شوهرت هم برای زنشه و یه بخش هم برای فرزندتونه دیگه. هیکل برای کجا میخوای؟ برای آخرت هیکل میخوای؟ افرا این تعبیر ولود داره در روایات که خوشا زن فرزندآور که سالمه میتونه بیاره. بله یه وقتی ببینید یک خانواده برنامه‌ریزی کرده میگه الان اگه من بچه بیاریم این مشکلات پیش میاد، نمیتونیم. این خوبه ای نداره، زمان بندی و محاسبه خوبه، اما برای اینکه طرف راحت باشه، سخت بهش نگذره، آقا من 9 ماه آبستنی و 2 سالم مصیبت‌های بعدش و اینا، 3 سال عمر بذارم برای چی؟ خود بر اساس خودخواهی، براحت طلبی اگر بخواد بکنه تو روایت باش برخورد شده.